همراهان عزیز نوین عطاری سلام. در این ویدیو با آموزش سبک زندگی صحیح برای مزاج گرم و خشک یا صفرا در خدمتتون هستم. افراد با مزاج گرم و خشک یا صفرا برای حفظ سلامتی و تندرستی بهتر این قواعد رو رعایت کنن. 1. در طول روز از هوای تازه و خنک بهره‌مند بشن. 2. در رژیم غذایی بیشتر از میوه‌جات و سبزیجات تازه مناسب مزاجشون مثل کاهو و اسفناج استفاده کنن. 3. مصرف آب و مایعات رو به اندازه‌ای افزایش بدن که ادرار صبحگاهیشون از حد رنگ زرد لیمویی پررنگ‌تر نشه. 4. 6 تا 7 ساعت خواب شبانه داشته باشن و در روزهای تابستان 1 ساعت چرت پس از نهار رطوبت کافی به بدنشون میرسونه. 5. در شرایط فشار عصبی دستور تنفس و تمرینات ذهنی آرامبخش رو به کار ببرن. 6. فعالیت جسمی و ورزش را در هوای خنک صبح زود یا شامگاه انجام بدهند. 7. هر 12 ساعت بینی خودشون رو با کمی روغن بادام شیرین طبیعی مرطوب کنند. 8. از هوا، محیط، فعالیت‌ها و حالات روانی افزایش دهنده گرمی و خشکی پرهیز کنند. 9. از نوشیدن بیش از اندازه چای و قهوه پرهیز کنند. 10. از فعالیت زیاد و ورزش شدید که گرمی و خشکی بدن رو افزایش میده پرهیز کنند. 11. از بیخوابی و کمخوابی کمتر از 5 ساعت و دیر و خوابیدن پرهیز کنند. 12. از عصبانیت، هیجانات روانی و زیاد حرف زدن بپرهیزند. 13. از مصرف غذاهای گرم و خشک به خصوص در هوای گرم پرهیز کنند و غذاهای با رطوبت بیشتر مصرف کنند. افراد با مزاج گرم و خشک در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌ها استعداد بیشتری برای بروز اختلالات و بیماری‌های زیر دارند: استراب، تنش فکری، میگرن، وزوز گوش، تپش قلب، اسهال خونی، هپاتیت، زردی، لکه بینی و افزایش خونریزی هنگام پریود در خانم‌ها، انزال زودرس، تلخی دهان، سرفه خشک، بیخوابی، سوزش ادرار بدون علت و لاغری شدید. غذاها و نوشیدنی‌هایی که مصرف مستمر یا زیاده روی در مصرف آنها برای افراد با مزاج گرم و خشک مناسب نیست. گوشت مرغ و تمام پرندگان کوچک، تخم مرغ، میگو، گوشت شتر، سرخ کردنی ها و فسنجان شیرین. فلفل سبز، فلفل قرمز، سیر، پیاز، جعفری، تره، شاهی، شوید و کرفس. انگور، خرما، نارگیل، کشمش، موز، انجیر، گردو و فندق. نخود، سیاه دانه، بالنگو و دانه شنبلیله. روغن آفتاب گردان، دارچین، میخک، جوز، رازیانه، زنجبیل، زعفران و سس خردل، عسل و شربت زعفران. غذاها و خوراکهای مناسب برای مزاج گرم و خشک یا صفرا: ماهی، آش رشته، اسفناج و ماست، خیار، کدو، چغندر، کاهو، گوجه فرنگی، هندوانه، توت فرنگی، کیوی، مرکبات، دانه کدو تنبل، تخم خیار، تخم هندوانه، تخم کاسنی و نشاسته، شیر، ماست، پنیر، کشک، دانه انگور و جو، سماق، بوره و لیمو امانی، دوغ، شربت آلبالو و شربت ان. همراهان عزیز، این نکته رو باید براتون توضیح بدم که گاهی اوقات مصرف کردن غذاهایی که جز پرهیزات هست مشکل ایجاد نمی کنه و منظور از پرهیز غذایی به مقدار زیاد و به تکرار و مرتب و هر روز مصرف نکردن اون غذاها و خوراکی هاست که باعث ایجاد بیماری میشه. لطفاً سوالات خودتون رو در کامنت بنویسید.